با نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علمی خبرنگاران بعد از 6 ماه برای پاسخ گرفتن به سوالهای خود به نزد وزیر معارف آمدند. برخی موضوعها از قبیل ترک ساحه کردن آموزگاران در نشستهای قبلی وزارت هم صدا داده بود، اما برخورد رحیم سعیدزاده از وزیران قبلی فرق میکرد. چند خبرنگار از وزیر معارف پرسیدند که سال گذشته چند آموزگار کار را بس کردند و چه قدر معلم نمی رسد. وزیر معارف تلاش میکرد نارسایی آموزگاران را رد کند. پای فشاری خبرنگاران بر سر موضوع باعث شد که معاون وزیر هم به بحث همراه شود، اما پاسخهای زیادالله عبدالله زاده هم خبرنگاران را قانع نکرد. نشان دادی معاینه رو گفته نمیتونه که مثال تعداد آموزگاران امروز در جمهوری چقدر نمیرسد. صرف نظر از پرسش‌های با تکرار، وزیر معارف موفق شد که از پاسخ مشخص دادن و سوال در موضوع ترک ساحه کردن آموزگاران فرار کند. هرچند همتایان پیشینی او حداقل جای داشتن این موضوع را تصدیق می‌کردند. از مکتب رفتن به مکتب قبول کردن، همین دینامیکا در سوهای ما همساله است. این پدیده نو نیست، این چیزی نو نیست. پاسخهای مسئولان وزارت معارف درباره تاثیر قانون نو دعوت به ارتش به مکتبهای عالی و تغییر کتابهای درسی هم عمومی بود. وزیر گفت درباره قانون دعوت به ارتش پیشنهادهای خود را به حکومت ارسال کردند، اما وقتی خبرنگاران مشخصا درباره پیشنهادها پرسیدند، وزیر سوال را نادیده گرفت. رحیم سعیدزاده بعضا نمیگذاشت که مسئولان وزارت سخنشان را تمام کنند. مو پیشنهاد بله تشکر مو بله این پیشنهاد از جانب وزارت معارف و علمی جمهوری توریستان شده است. ما اینا با حکومت جمهوری توریستان پیشنهاد کردیم. تشکر، سلامت باشید. محترم سلامیان، تشکر برای سوال، برای جواب دادنتون. از این نشست خبری وزارت معارف چنین برمی آمد که این ساحه مشکل جدی ندارد. وزیر معارف از 20% زیاد شدن معاش و استیپندیه ها، تجلیل روز آموزگار و غیره توصیف می کرد. هرچند نگرانی ها از صفت تحصیل و زندگی آموزگاران زیاد صدا می دهد. بعضی خبرنگاران نشست وزارت معارف را با تأثیرات ناخوب ترک کردند. این نشست وزارت معارف هم عیناً چنین شد. یعنی وقتی که ژورنالیستان 3-4 مرتبه در رابطه با نارسایی کادری آموزگاران پرسیدند، جناب وزیر بدون ذکر آمار ژورنالیستان را صرف نظر کرد، آنها را انکار کرد و به سوال‌ها پاسخ مشخص نداد. هرچند که چنین پاسخ‌هایی که مثلا امروز ژورنالیستان می‌پرسند در سال‌های پیشتر دسترس بود، و آنها را وزیران و رهبران وزارت‌ها و ژورنالیستان می‌دادند. وزیر معارف یگانه مقامدار نیست که از پاسخ دقیق به سوال‌های خبرنگاران خودداری می‌کند. در این نشست وزارت انرژتیک هم خبرنگاران درباره حجم و نرخ فروش برق به افغانستان پرسیدند، ولی پاسخ دقیق نگرفتند. حالان که نشست‌های خبری یکی از آخرین امکان‌ها برای گرفتن پاسخ از رهبران نهاد و وزارت‌ها است. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی، دوشنبه.